به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم با یک برنامه از سری برنامه مهمانی. صف داریم اینجا، دکتر داریم، چه خبر؟ موسیقی درمانی. بله، سلام آقای دی. چیه اینجا صفه؟ بله بله، من مثل که بچه هایی اومدم. شما بیمه داری؟ من بیمه ندارم. نسخه دادید؟ نسخه هم ندارم. نوبت گرفتین قبلا؟ نه نوبت هم نگه. با منشی همه هنگ کردین؟ نه اصلا من میرم. جایتون درد میکنه؟ نه جایی من درد. پس بفرمو داخل صف. بفرمایید. برای بین مریض اگه وقت بود ما شما رو میدیم. نه هم کاری گردم. بین مریض قضاش شد که پاتی باید نکنه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سال نوتون مبارک. خواهش میکنم. صد سال به این سالها. بله. هر روزتان نوروز. نوروز کافیه. کافیه عزیزم. مشکل چیه؟ آقای دکتر دستم به دامنت. این بچه من بیقرار شده. خیلی بدحاله چند روزه. همکاری گدامی نسخه بیادید. گریه میکنه همش. در دهنشو باز میکنه دیگه نمیتونه ببنده. درهای ورودی باز کرده، درهای خروجی قفل شده. دکتر رفتم اینو برای من نوشته. من رفتم در به در هر موسیقی خانه ای که رفتم نداشته این موسیقی رو. دورم که نیست اینجا، ما تو دور هر نوازنده دور گردی میتونست این آهنگو بزنه برای ما. برای نمیدونم چی کار با همون کنم. خواهش میکنم یک پدر رو بزنه یه برای نگرده. همکاری گدامی بچه ها گفت میاو. اگه خواهی میکنم برای هم نمیدونم چرا سکر یه لحظه عزیزم. آرام باش. یه خورده پیش درآمدتون زیاده. اصلا نگران خرجش نباشید. من بیمه اصلم، آقای مجری هم بیمه تکمیلی کرده منه. احتمالاً سندروم موسیقی بیقرار داره. اجازه بدین من با همکارم مشورت کنم. همکار عزیزم، به نظر ترین فکر می‌کنم که نباید اون رو ببین. اگه اصلشو نداری همین بالا مشتلکشون بدیم و راضی ما. دادوی شما پیش ماست. ات یور سرویس. 3 2 1 لتس گو. پرس گو. آروم بای بابای، چیزی نیست. چی شده؟ آی بایی نگار داره اثر میکنه کافگا. کافیه. Everybody, listen and repeat. Sadness. Sadness. I, doctor, I miss my shepherd. دلش باید چوبونش نشه. احتمالاً تمپوت باید پایین باشه. تمپوی 2-1 باید بگیریم. Slow and slow. ببینم اکتاوت میدونی چنده؟ اکتاوت سه اگه ممکنه. خیلی خب لونی شپرد بعدش بزن. سه. تو به کلید فا که حساسیت نداری که. اگه میشه با کلید سول شروع کنی. کلید فا زیاد کار نمی کنه رو بدن من. شل کن، قشنگ شل کن. Okay, Thank you. میجانه یاره دک دبو قوایی کنشی آبوگو امر بیچار بره بو زمد بکشی آبوگو میچه چرانه امشو شیمی خونه بر شیرینی خورانه دیگو تمن سلام علیکم. من کجاش پریده؟ این خرابم. برگشته. برگشته. بالم به نوکم نمیرسه. پرام ریخته. خب اجازه بدید من آکوردتون رو بگیرم. ببینم چند روی چنده. آکوردمو بگیر. هر جا که بگیر. چند دکتر؟ 6-8. 6-8. بفرمایید. 3-2-1 لتس گو. میجانه
یادش بره که وعده با من داره. خار 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 دل بیچارمو به دست غم بسپاره. خار 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 تو که من خرابه طاقت نداره. ای آی تو که من خرابه طاقت نداره. ای آی فدات شم فدات شم شبنم رو پوت شد. زیادی خوب شد بسکی. یه لحظه یه لحظه آکوردم بعده با شما هستم. بفرمی بفرمی برو دیگه. خجالتیه مسکه. عزیزم چته؟ اینجا چیدیم اینه دیگه. چی گفت؟ چی؟ تو مگه بلدی بخونی؟ یا گفت اینه جزروری بیا اینه اینه اینه؟ اجازه بدین؟ دکتر لحظه پاهاتو بده بالا. پاهاتو بده بالا. آها گامش یه خورده مینوره. آره گامش مینوره، باید ماجورش کنی. مینوره؟ آره مینوره. خب این خورده سخته ولی خب ما ترایمونو میکنیم. سه به نظرم باید 10 تا نوت سکوت براتون اجرا کنیم. یک لیتس گو. بهتری؟ رو فالی؟ دکتر فکر کنم از همون شکایت کنه. آره من نمیدونم. عذرخان شما تو صف هستین یا نه؟ نه بفرمید بفرمید. دکتر سلام علیکم. شطوری خوبی؟ سلام علیکم. شما باشین. چطور شده؟ همه آدرس شما رو دادن گفتن دستتون شفا هست. یه سوال دادم. شما به میمینور حساسیت داری یا به مثلا لاماژور؟ من فقط به میره حساسیت دارم. آه به میره دو. میره ها به این دوتون به دو چی آخرش دو بیاد؟ نه ای دو بیاد نه حل هست. خیلی خود چون سنتون یه خورده بالاست. من دیگه نمیتونم ربع پرده بگیرم. باید نیم پرده بگیرم. میگم گرفتگی از جلانی داریم. آقا مجدی این اسپاسمون اسپاس جگرم خون کرد. میگم دکتر شباش من فکر کنم که باید برای ایشون مثلا دکتر ساز کوبه ای چی؟ آقا مجدی اینگو خیلی وازم خراب هست. یه لحظه اجازه بدید تیم پزشکی داشتید. ما به هر حال هر باور کنید هر تلاشی که تونستیم کردیم ولی این آخرین امید هست. دکتر جان بفرمایید. 3 2 1 لیتس گو. گوشین که ساز میاد و از بلن شیران میاد. شاست دو مادرم نخور که دو زده بانان میاد. یار مبارک بادا ایشالم مبارک بادا. یار مبارک بادا ایشالم مبارک بادا. ای طرف دخت دلا و او طرف دخت دلا. شاست دو مادرش نشست میکنه شکر خدا. یار مبارک. ای بابا این مسکه خوب نشد هنوز نه؟ آقا موجود یه خورده بهتر شدم حقیقتش ولی اونجوری نه. اون بدنی که داشتم هنون نشده دکتر. خواهش میکنم دوزش رو باید ببریم بالاتر. آی دکتر فکر کنم 6 و 8 شوشون جواب نداده. باید بکنش 10 و 12. آخه فشارش روی 6 و 8. دوزش رو ببر بالا دکتر. دوزش ببر بالا. 16 و 14 خوبه؟ ببر رو 100. دوزش ببر رو 100. 198 رو 100 ببر. 198 آخه کوکتون رو بالا ببندم. من نگرانم این حالا نمیشه اینجا نشونه. حالا دیگه لگنشون ممکنه دکتر محرمه ها ولی روم نمیشه فعلا بگم چه اتفاقی میفته ولی امتحانش میکنیم. کوکو ببر بالا. کوکولی ببریم بالا کوکو. خلاص بریم 3 2 1 لیتس گو. دکتر کم کم اضافه کن که یه موقع دست نره. توان داری بیشترش کنیم؟ خدا خدا شما هستید.
شدم باز آب شدم کامل خواب شدم نامه خداحافظی. خیلی هیجان داشت، خوش گذشت، زیبا بود، در ذهن من میمونه آقای رج. چی بوده؟ برای ما بگین چی بوده؟ زیبا زیبا زیبا. آقای رج، داشتم میرفتم بیرون، مادر من ترمینال برای من چیز میز فرستاده، سبزی غاز مرغونه، داشتم میرفتم ترمینال اونا رو بگیرم بیارم. درست. من همینجوری که داشتم میرفتم آقای رج یه دونه موتوری به من نزدیک شد. آقای رج موتوری؟ یه موتوری، موتور. یه مرکه روی موتور. خب آقای رج، یهو آقای رج اومد سمت من، اینجوری گاز داد، اومد کیف منو گرفت برد. آقای رج این که خیلی بده که میگه خوش گذشت، خیلی خطرناک. بعد چی شد؟ آقای رج من داد زدم، جگله کردم، داد زدم، گفتم کمک کمک. یعنی این مگزی و نک خراب صدای من شنیدن. آقای رج تون صدای من اونا میشناختن، سری اومدن اونجا. آقای رج نمیدونین چه محشری بپا کردن این دوتا. یعنی چیکار کردن؟ چی کار کردم؟ یهو دیدم این مگزی، این مگزی رفت و کلا کاسکت این موتوری آقای رج. همون دزده که داشته میرفته؟ 100% یهو دیدم مگزی رفت توی سوراخ دماغش آقای رج. یهو کلاغ اومد آقای رج، نوک خراب ما اومد. نوک خراب هم اومد؟ آقای رج من میگم کاش که یه دونه از این بال مگزی رو تن اون مرتی که اسب سوار بود. کدوم از سواره؟ همونی که میاد نمیپره، اون از سوار بیجیگر. آن تو خوابه؟ 100%. خب حالا دیگه، یعنی من اصلا من از سوار میخوام چیکار؟ تا مگزی هست، تا نوک خراب هست، اصلا از سوار من میخوام چیکار؟ مثلا چی باورم نمیشه اون وقت تونستم پس بگیرم؟ ای آقای رج شما داریم، شما نوک خراب دست کم گرفتین. این کشکرک نوک خراب یه جوری کشکرک نوک خراب 100% این کیف من آورد. آقای رج به من داد پخت کلیوغم و اون مگزی. آفرین آفرین به این بچه ها، چقدر خوبه خیلی تو خانواده کمک بکنن به هم دیگه. کجا هستن الان؟ اون بیرون هم، من برایشون اومدن یه دونه آب به اون دادم، یه لیوان آب به اون دادم، خودم اومدم خدمتشون. مگسی نوک خراب. آقای رج هیچ وقت ندیده بودم یکی برای من اینجوری بجنگ. آقای رج خیلی قشنگ بود، آفرین آفرین. اومدن قهرمانای من اومدن، شما ناجی من این بالای سر. تعریف کردی، نباید میگفتی بابا، اوف داره برای ما. چه بچهای خوبی، بعدات شمیر در کاری نکردیم آخه، ما فقط وظیفمون رو انجام. کاش نمیگفت، خیلی کاش نمیگفت. خیلی کیف داره هم حواسمون به هم دیگه باشه. ولی خب شما اگه زنگ میزدی به پلیس بهتر بود، دید تا اون موقع فرار میکه. 100% آقای رج ممکن بود کیف منو برداره با تمام محتویات توش از مرز خارج شه. آقای رج آفرین. ببینم مگسی چی شد، شما کی دیدی، کی متوجه شدی؟ من اینجا نشسته بودم لب دیوار. بله بیا داشت بیا اینجا من داشتم و لب دیوار آفتاب میگرفتم، چورت بعد از آر میزیدم، یه با دیدم این که تا جیغ زد، جیغ زد بابا، جیغ داد هوا که کمک. خب من را پریدم فراسری، دیدم یه موتوری کیفش گرفته در رفته. یه موتوری داشت فهم یه کلا سیاهی سرش بود. خب اینا دیدی سرشون میکنن کلاکاسکت. ها همی ایا رفتم تا کلاکاسکت ای، ما چسمیدیم و چش ای و گوش ای و دماغ ای همیدو. ببین کسیف هم بو همام نفت بو هم میداد اوتو. خلاصه ای انقدر پیچیدم وصل کله این اوسا خود و تو زمین ها، منم هی ای لالو تو کلای لامو داغو شدم. اینجا بود که ایرج خان من وارد عمل شدم. خب یه دورخیز کردم، پریدم هوا نوک و یه دونه چرخوندم، رفتم لای پره های این موتوره، موتوری 180 درجه همجوری بالا کله پا اومد رو زمین. عجب خیلی بامزه بود آقا ایرج، تلق موتور همینجوری اینجوری رو زمین کشیده شد افتاد. مکرتم نباید میگفتی اینا رو، ولی خودش داره میگه من دارم تعریف میکنم.
موتور آبیه خرد زد. ادامهش رو بگو، ادامهش رو بگو. مگه این متروک آبی بود که قرمز بود؟ قرمز بود موتور. ها این دیگه نمیدونم من رو و تو زمینا کشیده شدم، این بالم کج شده، دستم در رفته، سرم خورد تو جدول، من تا یه مدت بیهوش بودم. آخه بیهوش که شد ایرج خان، اینجا من وارد عمل شدم. خب موتور قرمز که همونطور که خدمت تو هست رو زمین ولو بود. خب من رفتم اول مگزی و یه ذره ماساژش دادم، بالاخره رفیقمونه، خرابشم من. دیدم این یارو موتوری داره لات بازی در میاره، گفتم اگه برای عملیاتی برای ما شکلاتی بابا رو بگو اولیات بیام بابا، اصلا تو کتم نمیرفت. این داری میگی چیه میگی؟ بالاخره چه کتی پرد میگی؟ جان خب آره اونجا من بال و واز کردم اینه او عقابی رچ. خب شده یه جوری سایه افکندم از زیر، اینو از زیر آسفالت کندم رو هوا، نوکو کردم تو چشش. اونجور خیلی خوب، دستتون درد نکنه، برین یه سره به خودتون برسین. مگسی مگسی برو به خودت برس، برین آبی بزنیم به سرسورتون. بیا بریم برای شما یه گاوزبون درست کنم. مگسی آفرین به تو، هر مگس دیگه یم بود همین کار میکرد. میدونم میدونم آفرین نوک خراب جان، فدات شم عزیزم، بلی اینجا نوک خراب آفرین بیا اینجا جان، ایرچ خواستن جان نوکرتم. حالت خوبه؟ بعدت خیلی زحمت کشیدی. کردم یه موتور چی بود؟ جان موتور قرمز بود. چی بود؟ موتور موتور گفتم. جان فکر موتور آبی بود، قرمز بود، زرد بود، سبز بود، زرد. خودت قشنگ برام میگی چی شده؟ جان خودت همین راستش همینی بود که من گفتم. خیلی خوب، چرا میلرزی؟ چرا ترسیدی؟ شاید یه ذره سردم شده. سردت شده؟ بیا این چه چلو؟ نمیدونم جان. بیا چلو جان. بیا چلو. چقدر دیگه جلو آخه؟ خیلی جلو هم الان. خیلی 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 جان. خیلی خوب. یه دارم در نیار دیگه. این مسخره بازی چیه؟ جان. حواستم قشنگ جمعه. فدات شم. شما بله. اونجا اصلا کمک کردی؟ من اگه حقیقتش رو به فکر چک اولو کی خورد؟ چک اولو کی خورد؟ من دیگه. شما اون که کیفو گرفته رفته بله. درسته؟ تا اینجا ما مشکلی نداریم، داشته میرفته. بله. شما کی چکو خوردی؟ تو چه مرحله خوردی؟ اون تو چه مرحله است؟ چه کی بوده؟ تو این سرعت چجوری تو چک خوردی؟ که به من بگی نیرج جان، کمک کنی یه ذره، شما کمک کنی یه ذره، به من کمک میکنی، نوک زبونمه. جای این قضیه ایراد داره، خودت میگی یا بس. نه به من مگسی که وارد عمل شد و گرفت این قضیه رو شما بیا بابا، این ویش کن، بیا نگران نباش، گناه داره، با هم خب صحبت بکنم، با شما بیا. چی شده؟ از گناهی بگذر، کمک کرده. خب نه نه شد؟ گفتن جناب نوک خراب اینجاست، فدات شدم، مثل که داره یه روایتی میکنه اینا، گفتم منم بیا من نزدیک بشنوه. خب بشنو. خب قشنگ تعریف بکنم ببینیم چی شد نوک خراب. اونجا بود که من وارد عمل شدم و پریدم بالا و نوکو چرخوندم و لای پرده. چطور شد وارد که عمل شدی؟ پریدم رفتم رو کلا کاسکت این نشستم. از زیر کلاکات نوکو یه جوری ایرچ خواه کردم تو جان. بسیار خب، من شما چی گرد؟ دارم راستش من شما رو تنها میذارم با نوکرا. خواهیش میکنم مگس تو هم برو دستورت رو بشور، بذاریم با هم حرفاشون رو بذاریم. خواهیش میکنم، برو تو برو دست صورتی تو بشور. هنش تا تخم مرغ قرار بده. خدا خدمت شما هست. نه من داشتم ببین، کت خانم خیلی روی کیفش حساس بود. من وارد عمل شدم. الان اجازه بدی منم وارد عمل بشم. من نوکرتم، فدات شم. بذار من یه ذره ماساژ بدم. نه نه بذار من عمل اولو انجام بدم. چرا؟
من شبا که میخوام برم آب بخورم این درار رو چک میکنم، این بخچه اینجاست. خب صبح که میام میرم آب بخورم این درار رو دوباره چک میکنم برم دستشویی، این دیگه اینجا نیست. آه این بخچه هر شب اینجاست؟ بره درسته سر شب، ولی صبح آخر شب، آخر شب هست. خب مال یه کسیه میاد برمیداره میبره دیگه. کی آقای مجری به نظر شما؟ الان شما که نیستید، منم که نیستم. من نمیدونم، من به احتمال من گفتم اینجا بیان با هم دیگه بشینیم آقای مجری. ممکنه ما رو جگر باشه. برای خوبین؟ خوبین؟ برای خوبه که خوبین. جگر، بخشه داری اینجا؟ من نخی، شما اینجا ببخشید اینجا چی کاری؟ جلسه داری اینجا؟ نه برا بعد از مدت ها گفتیم دو برادری بشینیم با هم دیگه گپ بزنیم، چطور؟ خوبی؟ نه خیلی جلسه تو طول میکشه، من کار دارم. چی کار داری؟ نه کار دارم ما بریم از آشپزخونه بیرون؟ کی میرید بیرون؟ من نمیخوام موزایم چما بشم، فقط هر وقت میرین و بگی من برگردم کار دارم. تو دوست داری ما کی بریم بیرون؟ من هرچی زودتر بهتر. هرچی زودتر بهتر؟ آره. منتظرتن درسته؟ مهموره رو باید ببری تحویل بدی درسته؟ نه مهموره رو باید اینجا خالی بکنم. اینجا باید خالی بکنی مهموره رو. آره. اومدی اینجا یه چیزی رو خالی کنی درسته؟ بله بابا، آقا دستشویی پر بود، گفتم برم جایی که خلوت باشه، باد گلو دارم، میخوام کسی نباشه، خالی بکنم برم. ای باد گلو داری تو؟ بله. کی میرین شما جلسه تو که تموم میشه؟ این همه جا بار خوب این برد اون روی جایی؟ نه همه جا رو قبلا تست کردم، صداش میپیچه و جا چیز اینجا خوبه. نگاه کن آقا، شما باور کردی به خاطر یه باد گلو ها؟ رفت. میدونم رفت ها؟ برا حامیده دون منم زدم بهت منم. شما میزدید پشت من آقای مویدی؟ چرا اینجوری میزنی آقای مویدی؟ حامیده دون من اینو در بیارم ببینم این بخشه چیه توش. سلام علیکم آقای مویدی. خب اینو در بیاری ایرج خان. سلام علیکم، فدات شم. فامیل دورم که این اصلا من ندیدم یه لحظه. آقای مویدی دیدی ما رو اشتباه گرفت با هم دیگه، به من گفت ایرج خان، به شما گفت فامیل دورم. این اقام هم گفت شبیه ایرج خان. من داشتم میخوابیدم بعد من هر شب قبل خواب انقدر در طول روز پرام میریزه میشمارم اینا رو شب ببینم کم نه چقدر، که الان یکیش کمه نیست، اومدم بگردم ببینم کجاست. چه جالبه، شبا پراشو میشماره. بله چقدر جاره آقای مویدی، شبا پراشو میشماره. منم نمیدونه آقای دور پاتونو برمیدارم ببینم پر من زیر پایش. بفرمایید شباب چه گرفتاری دارم پر بگردیم برای این برای اون پر بگردیم. ببخشید آقای مویدی، ولی به نظر من این شبه باز برای آقای نظرن اینجوری پشت من. آقای مویدی من اینو باز کنم ببینم چیه؟ آقای مویدی نوت درش رو باز بکنم. هنوز جلسی تاو نشد ای بابا. اینه ببین چی آقای مویدیم تو؟ چی آقای مویدی؟ اینم از داد میزنی؟ ببین در درد تو چه داد میزنی حالا؟ ترسیدم اما من چیز آقای مجری این دیگه پسر من نیست، پسر کو ندارد نشانیز در که با این در اگر در بند درمانند. من کاری نکردم، خواهش میکنم، من اومده بودم آب سرد. بچه تو چشمای من نگاه بکن، بگو برای چی اومده بودی اینجا؟ میگه اومدم آب بخورم، آب توی خون توی اتاقت بود. جدی؟ قاچاقچی تشنش بود. قاچاقچی؟ کدوم قاچاقچی؟ کجا قرار گذاشتی با قاچاقچی؟ برا فام منه. چه دامه مجدی؟ این همین عروسکشه که اسمش قاچاقچیه، گردنته. دست سرم بردار بابا. برای چی اومدی آشپز کنی؟ گریه نکن، من در دهنه تو ببندم. تو چشمای من نگاه بکن، تو چشمای من نگاه بکن. ببخش این وقتی آقای مویدی تو چشمای من نگاه بکن نمیتونه دروغ بگه. تو چشمای من نگاه بکن، بگو برای چی اومده بودی اینجا؟ بلک تو رو نخورم ها، منو نزنی. شوخی موقع نکن، الان وقتش نیست، الان در حین انجام وظیفه هم. من در حین انجام وظیفه برادر و پسر و پدر و اینا نمیشناسم. اومده بودم پستونات. چی شده؟ پستونات خواهش بردار آقای مویدی، خواهش بکنم. آخیار من رو راحت کردی، قربونه تو برم. من برای پستونک این همه یوشک اومدی اینجا چی شده؟ بیا ماش با من بده، خیارم چی شده؟ بیا
واقعا؟ ماید اومده پستونک بخوره. اومده پستونک بخوره ماچش میکنه. برای آقای مایدی. پدر، پس بردارم. بردار، از این دارم من. خیلی ممنه. آخه آقای مایدی. قربم داشت در دهنم میزد بیرور. آقای مایدی نمیداری چقدر. یادت باشه گفتم بهش پستونک نده. خودت ماچش کردی گفتی برو پستونک بردار. فکش اینجوری شد. ام نداره آقای مجری یه فک کش در اومده چه قابر اینجوری بهتره که فکش کش در بیاد یا بره انگر جامعه بشه خانم مامان یا بره با قاچاقچی ها قرار بذاره برو بیرون برو بسه برو درم فامیل این نون اینجا توی این بخش نون هست تخم مرغه آقای مجری نکنه جاساس کرده اون بسید چیزایی جالبه نونو برای چه گذاشته تو کابینه رپنش چیه؟ کنش ها نگاه کنید خیلی مشکوک آقای مایدی لپس برا رفه ترشیه ترشی برا چی شده نگوید؟ آقای مایدی آقای مایدی خیلی خوب خیلی خوب آقای مایدی آقای مایدی خیلی خوب من بودم من ببخشید من بودم من قرار کردم فامیل من اشتباه کردم برا آقای مایدی فامیل این بچه بگو من دوتا بچه دارم بگو من دوتا بچه دارم فامیل بگو من زنم دور ازم من درم تایش من آرز دارم من قرار کردم اینجا تره گذاشتم فامیل این بچه هست من بچه کیه بچه هست بگو من بچه هم این بچه هست بگو من بچه هم این بچه ماست بچه شما چی آقا چرا پاکت گذاشتی کلن از کجا فهمیدی منو برای اینکه معلومه پای بقیهش که معلومه دیگه فقط سرت پوشیده بود آه راست میگی باید بقیهش هم میپوشوندم برای چی حال پاکت گذاشتی میخواستی مخفی باشی تو راستن نه بله منو برای چی میگی سنانه من که نصف بدنم رمز شده الان تو رو نمیگم سنانه تماس با میگم سنانه تو اصلا چی هستی بگم سنانه منم بچه دم به در نذار این برای شما دم به در نذار بله چی شده؟ برای شما بله خیال مراحت شد این مال اینه این برای شماست من چه دست داده به اون چه دست داد به اون آقای مایدی دست داد به اون چه دست داد بزنم دهنم از اون بگم بزنم ببن در دهنی شما ببن در دهنی با شما بود آقای مایدی نه حرف بد نه آقای مایدی فهمیدین چی گفت بهتون نه نفهمیدین نه بگم نه ببخشید شما دیگه چرا آقا این میشه در دهن منم ببندی نه بچه گاردون بود در دهن منم میبندم الان میزنم یه جور دهنتون میبندم من چی اومده اینجا پسرم عزیز دارم من الان کاری نداشت این برای شما بود دیگه خیار من راحت بخون این برای شما بود تو راحت برای آقای مایدی این برای این بوده من دیگه حرفی ندارم آقای مایدی تعبیر شما تو اینو پیدا کردی چی شده برای من پیدا کردم کاری داشتید از مادر نزاده کسی دست بذاره حرف بدتر من حرف بدتر میبینی که از مادر زایده شدم دستم بر اجازه بده من با این صحبت بکنم ببینم چی بوده ماجرا اجازه بده درهای رو دروسی هم بین ما بمونه شب بخیر آقای مایی شب شما بخیر خیلی ممنون من انجام وظیفه کردم الله فرضش که تماسا دارم برام بچه بیا اینجا بیا اینجا ببینم اینا چیه ماجرا بچه جمع میزنم به اعصاب آدم یه جای مخفی ندارم توی خونه چه؟ نگاه میکنم بکنده که بابا با قدرش رو بلندتر میشم حالا بذار بزرگ شنبت بهت میگم این برای چیه؟ اینا نون ورداشتی قابلمه ورداشتی که توش چیه؟ غذای امشب توش غذای امشبه سیب برداشتی، پرتقال برداشتی، قند برداشتی یکی چایی برداشتی سالاد رو چرا ریختی تو پلاستیک؟ چایی هم بردارم دیگه نمیتونم که قند خالی بردارم برای چی اینا رو برمیداری؟ کجا میبری؟ اینا رو به کی میدی؟ تماس، تو رو خدا به پلیس نگو به پلیس چرا بگم؟ اینا مال ماست تماس تو یخچال ما داری میبری خب بعد من بدونم اینا رو کجا میبری؟ تماس قربونت بدم قول میدم فردا پولشو بهت بدم تو رو خدا منو ننداز زندان ببین بچه به من بگو اینو خدا. میخوای ببین اینا رو به کی بدی فقط اینو به من بگو چرا اینجوری آخه این چه وضع تماس برای کی داشته میبردیم برای پیرزنه دوام نکنی نه کدوم پیرزنه همه
میدونه که دستاش کوتاه، دستش به دهنش نمیرسه. الان که هر کی تو میگی میگه دستش به دهنش نمیرسه. خب چیکار کنم؟ دور و بر من همشون دستشون به دهنشون نمیرسه. خب این کیه؟ کدومه؟ حبس روزانه از اینک داره. خب اینجور خم خمی را میره اصا داره. آها مستاجره. افرادن اون روز رفتم دیدم دم مرغ فروشه دو تا پال مرغ ورداشت برد. خب دیگه منم دلم سوخت. آها میبری میدی به اون؟ گناه داره تمام. عجب. خیلی خوب، حالا فهمیدیم چیه، خیالمون راحت شد. چرا اینقدر قشنگ پر بکن ببرد اگه میخوای ببرد؟ چه؟ لپر اینقدر نیمون پر میکردی ببری که بخوره لاغت بد. تماس قابونت بدم، من فکر کردم الان دوام میکنه. بیا ببر، بیا ببر. تماس فقط به من بگو قبلش قابون. بله. ببرش اینجا الان مطب دکتوره، این میره اون میاد، ما یه شب اینجا کار داریم، این میره اون میاد، این میره اون میاد. ببین جیگر، میخوای آروغ بزنی بزن برو دیگه. زشته زشته زشته. میخوای آروغ بزنم؟ من انقدر دوست دارم چی؟ آروغ بزنی تموم بشه بره. نه با هم بزنم. جدی میگی؟ منم دارم. اشکال نداری؟ من همیشه آماده دارم. مادر شما هسته، مادر فتن شما هسته. واه تماس، چقدر آروغ گنده بود. آخی شما بیا جلو ببینم از کی تو آروغ میزنی؟ آخه بچه خوبی هستی. اینا رو ببر بده، بعد بیا با هم میشیم صحبت بکنیم. خب زودم بیا. یا باشه، ظرفاشم پس میارم. چی؟ ظرفاشو؟ آفرین. بذار بشوره بعدم بهمون برو بگیر. نه نه، اگه بذارم بشوره بعد روش نمیشه اونجوری بده، فکر میکنه بعد تو ظرفم یا چیزی بذاره پس بده. آها راست میگی، این راست میگی. پس بذار بگم اما عجله دارم، کثیف بده ظرفا رو. در خدمت شما هست. منم در خدمت تو هستم مهربون. قابونت بازم من. تماس تماس. حالا که گفتم یادت دو شب پیش اومدی غذا بخوری و گفتی غذا منو کی خورده؟ فکرم جگر خورده. آفردن جگر نبود؟ تو بردی؟ آفردن عجب چه اصلا. خیلی خوب، ایرادی نداره، ایرادی نداره. فردا صبح میشه شامتو بده من ببا. بسه یه زرمت رو فشار بده. نکن دست رو بگم. نفسم داشت بند نومد. من؟ من عقیده؟ بله. چه وقتی مصرف میکنم؟ همون کالای اردینری روزانه است دیگه. چیکار کردیم مگی؟ کی گفته عقیده جسن؟ یه کسی گفته. یعنی چغالی کردن؟ نه چغالی نکردن. ما الان داریم پیدا میکنیم کی توی خونه برق زیاد مصرف میکنه که باهاش راه پیدا بکنیم بر مصرف برقمون کمتر بشه. فقط هم بله. مثلا شبا مثلا انگار مثلا ساعتش میذاره زنگ میذاره آقای ایرج، تا ساعت میشه یک این شروع میکنه دیگه. آقا ایرج صد بار اوتو میزنه، صد بار سشوار میزنه. سشوار خواهم آی سشوار نکشم که موام از همین یکی هستم بیشتر بیاد تو چش چالتون. ساعت ده شب اومدم توی اتاق شما اینجوری برای شما اشغالی اون آوردم اونجا گذاشتم، اون ظرف آوردم. ساعت ده شب برای چی سشوار روشن بود زیر پتو؟ خب از حموم اومده بود آقای ده. شما میدید حموم با سشوار خودتون خوش نمیکنید؟ ما با حوله خوش میکنیم دیگه. با حوله؟ نه اصلا مهم نیست که چجور. این ساعت چند بوده گفتی؟ آقای رجی یک تا شیش، هشت تا یازده. اینه من دیگه باید چند بار بگم؟ من اینه دیگه باید چند بار بگم آقای رجی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من باید بنویسم اینو؟ وای سوشید یه ساعت، اما آدم باش. میگه لطف کن ساعت هشت تا یازده شب سشوار نزن، یه ذره دیرتر بشه. هشت تا یازده هفت و نیم میگه. هفت و نیم هم هفت و نیم چون با هفت و نیم بازیت کرد خانم. با هفت و نیم راز میشه. هفت و نیم اوکیه؟ آره خوبه. خیلی خوب. آقای رجی این ساعت هفت و نیم دستگاهشو شروع میکنه، برمیداره میاره اینجا، تازه میزنه شارژ. تا ساعت یازده همه میگه هیچ که هیچی دست نزنه، من دستگاه منو گذاشتم شارژ. خب عقیده دش باید دستگاه شارژ بشه. من شباش فرداش میبینیم مداسم سرمونی باید شارژ و شاینی باشه. خب اونو شب بذاریم. خب مثلا چیکار با برق باید شارژ بشه دیگه؟ مثلا خب میگم شب بذاریم، مثلا دوازده شب به بعد بذاریم شارژ بشه. دوازده شب به بعد میذاریم شارژ. آقای دش من همینو بهش گفتم. باشه تا بهش میگم میگه برو عمو، برو دوی جون. انگار مثلا من دایشم، به جای اینکه بگه خانم محترم به من میگه دایی جون.
چه مسخره بازی هست آقای رجی؟ خب آقای رجی لحظه شما صبر کنید. خانم محترم میشنوم. خانم عزیز بگو. میبینی آقای رجی فرقی کرد؟ همونجوری رفتار میکنه، پشت کرده به من. اصلا همچین چیزایی نیست. تمام ببین پسر پر مصرف، تمام برقی که ما اینجا میخوایم استفاده کنیم، تمام مردم داری تمام برقو میخوری. اما من که نمیخورم. خب شباشم میکروفون داده قیدج، با میکروفونی شارژ میشه. میخوای به قیم خانوم بگم اینو بعد بداره یه توربین بادی به جاش بذاره که با باد کار کنه؟ آقای رج در مرکز اتاقش میشینه، در یک دایره همه چی دورش. آقای رج یعنی نکنه که این یه وقت بلنش از سر جاش. خب اما ما باید پرکتیس کنیم، نمیتونیم که بلنشیم بریم ای بر و بر. با تمرین کنیم. بله. باید اینو کادامون کار کنیم. اینو راست میگه. بله. اینو راست میگه. بله. خب باید تمرین کنی. تمرین بکن دیگه. تمرین چی دیگه؟ هی نمیخواد تو وسط تمرین چای بخوری چای بخوری. مثلا چت خانم خوبه من به شما بگم، شما خیلی حرف میزنی، خیلی هم تون تون حرف میزنی. من میام به جایی که با هم اینقدر بد حرف میزنی، زره با هم خوب حرف بزنی. مثلا بذار آدم تر راست میگه، آروم مهربون با هم حرف بزنی. شما لطف کن با مهربونی بهش بگو که دیجی میشه خواهش کنم مثلا این ساعت برق مصرف نکنی، مثلا 8 تا مثلا 11. اینو میشه قشنگ بهش بگی. این که بری آدم دیونه میشه. از تو خواهش میکنم بین ساعت 1 تا 6، 8 تا 11 سمت برق نری. بادی کندو آفرین. شما اینجوری حرف بزنی من هیچ مشکلی با شما ندارم. حل شد عقیده. بریم یه دونه ماکیاتو بخوریم. بریم یه دونه ماکیاتو بخوریم. نه نه وقت ندارم، باید برم پرکتیس کنم، چون پرکتیس میکس پرفکت. قربون شما خوشحال شدم. چوتو کار داره، کار داره، مزاحمش نشیم. بس بره به کاراش برسه. بله من چه بدبختی هستم من آقای رج. چرا؟ آخه این چه زندگی هست آخه؟ ببین کته خانم گوشتات برفت دیگه. برق برونه است. چی؟ هیچی هیچی هیچی. من میگم برق اضافی خاموش 100%. بیده مشکانه بیدین چقدر جوانه. کاکولی کاکولی سرخی لاله تیجول مانه کاکولی. در خدمت شما هستیم، مهمان داریم، فامیل دور اینجا هستن، آقای همساده هستن، کمی کسالت دارن. صداش بکن بیدار میشه. همساده همساده آقا این ها بیدار شد. آقا سلام شدیم. سلام بکنم. خوبین؟ مزاحم میتونم شدیم. آره برام جالب بود من میدم شما اینجا خوابیدین. خب واقعا از قدیم هم میگن رفیق وقت پیدا کردی نباید ولش کنی. بله. من امروز رفیقی که دنبالش میگشتم پیدا کردم. کی؟ برادرم هست، فامیل دور. قربونت برم من. من پیدا کردم. قربونت برم. واقعا من پیدا کردم آقای مجید. تو قلبم هستی، تو جونم نشست. اینقدر دوستت میدارم. من تعارف میکردم که این همساده چقدر آدم بدشانسیه. خب ولی واقعا الان امروز به چشم خودم دیدم این چقدر آدم خوششانسیه. کلا من البته خیلی به شانس اعتقاد ندارم. بله. به نظر من آدم سرنوشت خودش میسازه. بله. خودش از انان سرنوشت خودتو باید دست میگیری. درسته. برا حالا کجا بودین؟ چه اتفاقی افتاد؟ کجا رفتین؟ چی خوش گذشت؟ بعد یه ذره برای من بگی. آقای مهیر ما امروز با قرامی دعوامون شده بود سر همین جا پارک. آها. یعنی اگر آقای همساده نبود ما با هم دست به یقه شده بودیم. اون آچار چرخشو کوبیده بود تو مغز من، الان مغز من اینجوری شده بود. آقا غلامی واقعا آدم اخلاقداری نیست. برا یعنی من چند بارم دیدم با لحن خوبی با فامیل دور صحبت نمیکنه. خودم 3-4 بار رفتم تو روش در بیام جلو خودم گرفتم. درست. واقعا فدایی داری. زنده باش فداشه. اینجوری ماشین جلو در پارک میکنم ول میکنه میره. این درست نم به نظر من تو این آپارتمان چینی درست نمیاد. بله خب بله درست. اینا ناراحت عصبانی داشتن بحث میکردن دیگه. ما رسیدیم جدا کردیم بوده آقای غلامشون بر پی زندگی ما میتونیم. گفتم ببینیم بالاخره 2 دقیقه تو طبیعت یه خورده حالمون بهتر بشه، چون طبیعت آقای مجری حال آدم بهتر میکنه. بله درسته. من نمیگم، رسو میگه. روسو میگه ایجو پغل فغل ویش بیر تو طبیعت حالت از قبلش خیلی بهتر طبیعت. درسته. درسته. آقای مهیر من ماشین شما رو میخواستم بنزین بزنم،
آقای همساده اومد گفتش که ببریم تو طبیعت ما هم دیگه همین سر را تا بنزین بزنیم یه هوای عوض بکنی. بله به خاطر من سوار شد. سوار شد و؟ سوار شد و راه افتادیم به سمت همه کوه بغری هست. خب بریم یه پیکنیک بکنیم با هم. برم. اشکال داره؟ ها. دو تا مرد، دو تا همسن و سال بریم یه خلوتی بکنیم. آره چقدرم خوب. فامیلم خیلی خسته است. بله. بار خیلی خسته شما که میدونید آقا مایله. گفتیم بریم دم رودخونه چایی بخوریم. به به. یه پاچه بارا بزنیم. به به. بشینیم روی سنگی پامونو بکنیم تو آب. به به. واقعا میخندم. آخه با همسر جان میخندی سرتو زیاد عقب نبریم. من نگران مغزتم الان. کوسه خیلی اذیت کردی اینجو. چی؟ کوسه غریبه. کوسه؟ کوسه برای میری. رودخونه ما کوسه نداره. نه نداشت. تا قبلی که ما بریم نداشت. اصلا رودخونه نه آقا مایلی اون جوبه. جوبه بود رودخونه. جوب بود. شما باور نمی که یه جوبی که من مچ پام خیز نشد کوسه بیاد توش. کوسه اومد توی این آه یه کوسه سرچکوشی سفیدی برا ها شوال کوسه سرچکوشی سفیدی دیگه اجازه بیدیم فرمودی جالبه بله نه چی چی جالبه ما رفتیم کنار یه جوخی نشستیم دوت پیرمرد خسته مونده یه دعوا در مده پاچمون زدیم بالا جورابمون در بردیم خیستش پامون کردیم تو جوب برا یه کوسه سفید سرچکوشی اومده از زانو به پایین من کنده برده این جالب آقای ما هیچ چیز من نمیتونم این شب بخوابم آقای ماجری این اتفاق جلوی چشمای من افتاد آقای ماجری جالبه همه چیه میگم به خاطر اینکه حس خرماتون رو انداختین تو رودخونه این حس خرما رو که میبینه فکر میکنه میخه چون که سرچکوشی هست میاد بکوبه این نگو این حس خرمای چسبیده بود به زانوی همساده این کوبید کرده جو وسط قلب پایی آقای ماجری من این تصویر رو میبینم این موبه در سیخ رو که خیلی درد گرفت خیلی درد گرفت خیلی فامیل همون لحظه بالا آورد رو من ببخشید تو این ورم بودی من سرم بگیر بود من از این بر پام کرده شده بود از این بر فامیل رو صورتم بالا میبرد خیلی اذیت شدم خیلی واقعا من جی ولی برحال پیکنیک هست یعنی اجوری که خیلی بگی درد گرفت و اینا اجوری نه پام کنده شد دیگه اومدین دیگه رفتیم بیمارستان اومدین نه آقای ما اینو میخواستیم بیان پایین دیگه اومدین که به همین سادگی نیست که اومدین شروع بود شلوغ هم بود؟ برای شلوغ بود آقای مایلی قرقره بود ما از دو اومدیم بیان پایین حالا این یه زانوش همچین به نخ آویزونه داریم میاریم پایین اون وسط بگو چی شد؟ اون وسط به من میگه دوغ بگیر گفتم ما داریم میریم بالاخره یه لیوان دوغی نستونیم تو جاده چون دوغا وقتی از شیر محلی گرفته میشه بله. خیلی برای بدن خاصیت داره قبول داری؟ خیلی کیف داره پرچربم هم خیلی هم خوشمزه خیلی خوشمزه تر واقعا خیلی جای شما خالی بود آقای مجری من گورش کرده بودم نشستم بقره صخره گفتم آره عد نمیشه دوغ گفتم شاید این خون ازش رفته بدنش دوغ میترمه چون دوغ املاحی داره که یه جورای خون جبران میکنه بره یادم مادر بازار که همیشه وقتی ما خونریزی میکردیم دوغ میداد من اینو گذاشتم رو صخره رفتم دوغ بگیرم صفی بود آقای مجری صف دوغ تو نگو اون زیر صخره زیر ترکابینه زیر ترکابینه بره ظاهرن کاب کابل تلکابینوم اجوری که باید و شاید محکم پیچ نشده بود خب تلکابین ول شد اون به پایین 3275 متر اون به پایین رو صخره‌ای که ما نشسته بودیم صف دوغی رو نگاه میکردیم اومه پایین همونجا صاف خورد رو هم صخره کامل ما با تلکابین یکی شدیم برا آقای مایلی دوغتون چی شد؟ دوغ گفتمون شد زروان دوغ تو دست های من آقای مایلی هاره من دوتا دست هم دوتا ریمان دوغ آره دیادم مبهوت داشتم نگاه بکردم اونجایی که همساده نشسته یه دونه ترکابی نشسته کابلش خیلی خوب نبود کابلش حالا ظاهرت ایچون برقی هم بوده این تلکابینا برق هم تو کابلو بود
برق از تو کابلو 220,000 ولت اومد تو بدن ما، کل میتوکندریای ما سوخت. سوخت. من الان میتوکندری تو بدنم ندارم. یه سری رشته های عصبی بیفایده هستم در مجموع. عجب. آره. اینجا که بهت گفتم من خیلی دردم گرفت. برای. اینجا خیلی دردم گرفته بود. اینجا من بیشتر از اتفاق تو جنگل دردم گرفت. آخه. برای. تو جنگل که بعد آتیش سوزی شد من کامل بدنم سوخت، اقدر دردم نگرفت. مگه تو جنگل آتیش سوزی شده بود؟ آنی که ما فامیل دور این مار انداخت پس کولش. برای. میرفتیم پامم آویزون. ای خب. پای من به یه تیکه رگی آویزون بود. خب. مار میکشید مارو برد تو جنگل، گو از مسیر کجرا بریم که زودتر برسیم بیمارستان. من سری دوغا رو بیخیار شدم، انداختم بر 100 تومن ضرر کردم. خیلی هم حیف شد. دویدم پایین آقای مهینی، اینو گرفتم بغرم. خب این آرنورد، آرنورد دیدی فیلم شد؟ آرنورد شوارتزنگر ترمیناتور 2 شاید دیده باشی. قرض زدیم، من مسیر چشمم دیده بودم، چون چشمه همیشه آب به سمت پایین میره، میدونستی آقای مهینی؟ بله. علمی هست، چون زمین جاذبه داره، چشم آب میره پایین. من گفتم فامیر الان فقط میتونی نجات بدی. الان گردن اینو گرفتم، پاشو گرفتم، کردم تو جیبم، ولی گیر به یه نخبم بود. منم چون خونریزی داشتم هی بیهوش میشدم، هی بیهوش میدم، دیدم یه مرد قدر قدرتی من انداخته پشتش مثل آرنولد تو ترمیناتور 2 داره میبره. چجوری بودم؟ چجوری بودم؟ اینجوری بودی؟ اینجا اینجا از قضا بره. دو تا ابر کومولوس و سیروس تو آسمون به هم برخورد کردن. بره. الکترونوی ای رفت تو پروتونوی او، یه رد و برقی زد صاف تو همون رگو که پای مار وست کرده بود به زانو. بره. جنگل آتیش گرفت، چون حیوان ها موقع آتیش فرار میکنن، یه گوزنی شاخش افتاد پشت پس یخی فامیل دور. این میدوید خود این گوزنو میبرد، ما پشتش رو زمین کشیده میشدیم با صورت پامونم که با یه رگی وصل بود، اینم دنبال ما که میمدیم 3-4 تا سنجابم ادامه پای ما رو گاز میگرفتن. از آتیش سوزی اونای خورده عصبی شده بودن، سر تیکه پای ما که اضافه بود داشتن خالی میکردن. آقای همسده جونو، گاهی وقتا میگی که بذار هضم بشه. ها الان باید به من وقت بدی بذاری هضم بشه. ما خدافظی میکنیم. خب پس کاش رانش زمینم میشدید که کامل هضم بشه. خب سریع بگو من تا هضم میشه. چجوری هضم میشه آقای مایدی؟ یه عده من نفهمیدم، ما بیهوش شده بودیم. یعنی چی او دادم؟ یاد اون اورژانسی که آمد بارو برداره من گایدی. آقای مایدی ما بردیم، ما رسوندن اورژانس، ما رفتیم سریع. گفت این آقای همزاده چون که سنجاب کردنش رو گاز گرفته، استخون کردنش رو گسته، این جمجمه رو باز کردن، بعد عمل رو انجام دادن. خوب شد این دکتر آشنای ما بود اونجا، آقای مایری. دکتر اومد گفته که سریع اینو ببرید، انجام دادن. آقای مایری اسکلت کردنش گم شد تو بیمارستان. یعنی اسکلتی که این جمجمهش گم شد؟ جمجمهش گم شد، الان دارم میگردم پیدا کنم. گفتن شلوغ بوده، گفتن شلوغ بود، مثلا چند تا اسکلت. حالا اونجوری که خیلی هم نیاز داشته باشم نیست. منم در مجموع از خدمات و بیمارستان و راضی بودم. نه یه خورده به نظر میاد سیستم عصبی مختل شده، نمیدونم سیستم عصبی مختل شده. ها اینگو مثلا چون اورژانسی بوده اعصابم، اینکه بعضیش مثلا من الان دماغم 2.5 درجه آستیگمات هست، پام دستم هست الان. خداحافظ شما. بعد از ظهر تا حالا داشتم با پام سوپ میخوردم. البته که بهتر بشم. دکتر میگن برای مریض خوبه. دکتر گفتش که اصلا نگران نباشید، همه دکترها دارن میگردن، تیم پزشکی تشکیل شده که این استخون رو پیدا بکنن. به محض اینکه پیدا کنن قرار شده زنگ بزنن، ما با هم دیگه سری بریم اونو بچسبونیم. خب خوبه، یه امیدی هست. اینا گفت طبیعیه که امیدی هست. برنگه